سحرگاهی که رخسار سوزنده کویر تنها به تراوت قطرات شبنم سیراب می‌گردید، یک ندای امید بخش چون باد صبا نوازشگر سرسختی کرانه‌های لوط بود، زیرا مردمان صبور و سخت کوش آب را از نهانخانه زمین جاری ساختند و حیات را در سینه خاک خشک به صفای باغ‌ها و مزارع احیا نمودند. تاریخ می نویسد آنگاه که اردشیر بابکان تاج پادشاهی را بر سر نهاد، در کنار بم شهر مجلل ریگان به دست بهمن پسر اسفندیار بنا گردیده بود و اردشیر نرماشیر را با شکوه تمام به عنوان شهری بزرگ که یکی از جنات اربعه نامیده می شد بنا کرد. نهر نساء را به نام همسرش تادود خاتون در جوار آن جاری ساخت. شکوه و تراوت تمدنی کهن به یورش و هجوم بی امان باد خزان پنهان می ماند، اما ابدی نیست. گاه پاره‌ای حوادث چهره پرعظمت کرمان را چون ابری تاریک فرا می گرفت، اما دوام و قرار نمی یافتند. منظره سرد باغی را بنگرید که نه تراوت سبزی و نه زمزمه جویباری دارد. ثمره آن همه سنگ است، گنگ و بی صدا، که تعقل از دیدن آن فرو می ماند. انگیزه مردی کرولال به نام درویش خان اسفندیاری به مدت 25 سال زندگی او را در سودای خام و دست نیافتنی به پایان می‌برد. اکنون آنچه برایش دست نیافتنی بود در صورت باغ سنگ تجسم یافته است. زمانی که شهر سیرجان دومین ایالت کرمان بود، قلعه سنگ، این بنای کهنسال با عمر دراز و باستانی خود مرکز شهر قدیم سیرجان به شمار می رفت. امروزه سیرجان با تمدنی که به هزارهای قبل از میلاد می رسد، آزاد و رها، رو به آبادی و توسعه تجاری و صنعتی، آغازگر عصری نوین گشته است.
ما شاهد یکی از منحصر به فرد ترین بادگیرهای ایران و جهان هستیم. سید محمد معمار برخلاف همه بادگیرها بدعتی نوین را در آن به کار برده است. بادگیر چوپقی. هفتاد سال پیش در سیرجان این بادگیر بر روی خانه سید علی اصغر رضوی از اعیان و رجال عهد پهلوی ساخته شد. میگویند شیوه ساخت این بادگیر تلفیقی از معماری و صنعت است، زیرا به تقلید از دودکش ها و هواکش های کشتی های قدیمی ساخته شده. شبکه های هندسی منظم که در زیر این بادگیر قرار دارد بر روی فضاهای مستطیل شکلی است که هوای اطراف را با عبور از کانالهای تهویه به درون فضای تابستان نشین خانه هدایت می کند. خلاقیت هنری در طراحی و معماری این بادگیر ارزش و اعتباری خاص به آن بخشیده است. این بادگیر چوپقی جلوی بادای کویری رو میگیره. بادای کویری سیرجان، کرمان، کویر. در محیطی که التهاب و نفس خورشید بیداد می کند، یخدانها غنیمتی استثنایی به شمار می رفتند. ساخت یخچال اگر قدمتی دیرینه دارد، اما در دوران قاجار به علت ارزش اقتصادی آن منافع عموم را بیشتر در بر می گرفت. این یخچالها در سایه سار دیوارهای بلند بنا می شد. گودالی عمیق حفر می کردند و گنبدی هرمی شکل بر روی آن می ساختند که شیوه آن برگرفته از معماری باستان ایران بوده، زیرا معتقد بودند این طریق در نگهداری و دوام یخ بسیار مؤثر است. بنای یخدان دوقلو به دست حاج رشید برادر حاکم سیرجان احداث می گردند. نگه کن بدین گنبد تیزگرد که درمان از اوی است و زوی است درد. نگشت زمانه به فرسای دشت، نه آن رنج و تیمار بگذایدش. نه از جنبش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی.
میمند، روستای تاریخی میمند. ده هزار سال تاریخ در شکاف سنگ ها مرموز و اسرارآمیز پنهان می ماند و روستای میمند به دور از گزند حوادث ایام استوار و پابرجا باقی مانده است. اتصال حیرت انگیز دو دنیای متفاوت که گذشته و آینده را به هم پیوند می دهد. هیچ گل و خشتی بر روی هم گذارده نشده و تنها دستکند مردمانی سرسخت است که به گفته سنگ نگارهای یافته شده زندگی ساکنین آن از شکارگری تأمین می شده است. این روستای کهن هفتمین جایگاه فرهنگی است که توانسته به نوع خود در ثبت میراث جهانی یونسکو قرار گیرد. میمند روستایی از توابع شهر بابک، خانه‌هایی در دل سنگ و بدون هیچ روزنه نور. در این محل دژی مرکب از دخمه‌هایی وجود دارد که میانش 15 اتاق سنگی بدون سقف به صورت دایره‌ای شکل وجود دارد که در آن استخوان مردگان به همراه اشیاء دیگر کشف شده است. همه دژ سراسر برافروخته، همه خانمان کنده و سوخته. به ایرانیان گفت که از کردگار بترسید و از گردش روزگار، که بود بس دراز دست چنگ سپر، که بر بیدادگر بر نگردد به مهر. در دل کوههای کویری میمند روستاییست که تاریخ نیاکان ما را در خود نگاه داشته. کرمان.
آن زمان که بشر آهن را کشف کرد و نحوه فراوری آن را آموخت، در نزدیکی شهر سیرجان ذخایر سنگ آهن گل گوهر در وسعت 45 کیلومتر مربع با قدمت 1500 سال تاریخ پیش روی ما قرار می گیرد. بر اساس یافته‌های باستانشناسان، این مکان یعنی معدن گل گوهر بزرگترین مرکز سنگ آهن جهان محسوب می شود. سرکوره‌های پدیدار شده از 900 سال پیش تاریخ سیرجان را به گونه دیگر رقم می‌زند. اکنون که گل گوهر گام‌های خود را در عصر نوین برمی‌دارد، با فناوری‌های علمی و فنی و با بکارگیری قطعات و تجهیزات ساخت داخل، یکی از غنی‌ترین ذخایر سنگ آهن خاورمیانه به شمار می‌رود. غرب سیرجان، کویر نمک به طول 50 کیلومتر، حوزه دشت سیرجان را تحت تأثیر خود قرار داده است. دریاچه‌ای از نمک تعام که سطح باتلاقی آن را پوشش ضخیمی از نمک محلول فرا گرفته است. این طلای سبز در وسعتی معادل 280 هزار هکتار به عنوان یک محصول استراتژیک توانسته است بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی ما را تشکیل دهد. تنها در هوای گرم و خشک این دانه سبز و سرخ پوش لب بخنده می گشاید تا استان کرمان در کنار مهمترین مناطق پستکاران ایران و جهان قرار گیرد. سرزمین گرم و سوزنده‌ای که می‌تواند ثمره خود را به عنوان رگه‌ای از حیات اقتصادی کشور به شمار آورد و سهم عمده‌ای در تولید جهانی پسته را از آن خود سازد، بدون تردید می‌تواند فضیلت خاک را در پیدایش حوادث تاریخی رکنی اساسی قرار دهد.
به نام خداوند خورشید و ماه. که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مه، خداوند این برکشیده سپه، پناه جوان پشت ایرانیان، فروزنده اختر کاویان، ز کوشش مکن هیچ سستی بکن، بگیتی جزونیز پروردگار. شد ایران به کردار خرم بهش، همه خاک او انبر و زر خش، بزرگی او چون نهان من است، جهان خانمش چون جهان هزاران فدای تو با، خرد زافرینش ردای تو با. رهایی نیابم سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین. کنون این همه داستان من است، گل و نرگس و بوستان من است، درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین بر تو باد. پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز پیمان تو نگذرم، که هرگز پیمان تو نگذرم. چو خورشید از پرده بالا گرفت، جهان از سرا تا ثریا گرفت، زمین چون بهشتی شد آراسته، ز داد و ز بخشش پر از خواسته. گویی به سوگند پیمان کنم، که هرگز وفای تو را نشکنم، پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز پیمان تو نگذرم. سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین، خوشا باد نوشین ایران زمین، خوشا خوشا خوشا. کوشش مکن هیچ سستی بکن، بگیتی جزونیز پروردگار.